سرخط خبرها. سومین روز از آتش بس و استقبال گرم شهروندان غزنی از این توافق. کشته و زخمی شدن بیش از 50 تن بر اثر انفجار ماین در ولایت ننگرهار. و امضای یک توافقنامه تاریخی میان ایران و مقدونیه. سلام و شب شما بخیر. امروز یک شنبه 27 ماه جوزای سال 1397 خورشیدی است. به مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. در سومین روز از آتش بس شهروندان افغانستان خواهان تمدید آتش بس در کشور هستند. شهروندان غزنی از این میان میگویند که از جنگ خسته شدند و خواهان تامین صلح در افغانستان هستند. سومین روز از آتش بس دو جانبه میان حکومت و طالبان مسلح در ولایت غزنی در یک فضای آرام سپری شد. شهروندان غزنی با وطن و پایکوبی از این آتش بس استقبال می کنند و خواهان تمدید این آتش بس هستند. ما بیخی زیاد خوش هستیم که باید صلح شود افغانستان. روحیه شما چقدر تغییر کرده نسبت به ما نظر در امروز بیخی قلب ما تازه شده که افغانستان باید صلح شود. ما صلح میخواییم. خوشحالی است. حالا در طول دقیقه خوشحالی. گریر خوشحالی. در وربنز و قراری را ولی خواهی تعالی خواهی میره بانه در اللہ تعالی خواهی 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 خوشحالی. من چول خوشحالی هم. زخبل من در پلیس من چول منتکه که او گرده. او گرده دم. دیر خوشحالی هم. در طول منتکه که نن او گرده دم. پرون گرده دلیم. دیندر رویم. ټول متکه کې وګرځیدم قراره قراره و دومره خوشاله و دا ټول خلک خوشاله و ډیر ګورته خوشاله دي سول تاسو فلاد سول راولي ته وایم الله تعالی دې ټول عمر دغه سول راولي الله تعالی دې دغه خوشاله کې خدای دا سول مدایمه کې نو چې موږ ودرې چې دوه درې ورځې په نه الله تعالی خو دې ټول عمر دې په دا سول مخایمه کې او دا ټول خلک دې خدای خوشاله کې خداوند نمیره غن سول و آرامی در افغانستان بیاره. خیلی خوشحال هستیم، خیلی خوش هستیم که مخالفین ما مادر در کنار دولت. خواهش ما از دولت، از ملت، از مخالفین همه هستند که میشه وقت کاش که همه آتش بس در همیشه باشد و همیشه در کنار هم باشیم. امروز میبینیم در جامعه که هر خانه یک شهید دارد. همه کلش از قلب پاره هست. همه کل ما از جنگ خسته شدیم دیگه نمیخوایم جنگ باشه در افغانستان. در همین حال شهروندان افغانستان در سایر ولایت های کشور خواهان تمدید این آتش بس هستند و از طرفی درگیر نبرد خواهان پیوستن به پروسه صلح هستند. انفجار در در ورودی دفتر والی ننگرهار دست کم 18 کشته و 49 زخمی بر جا گذاشت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که انفجار حمله انتحاری بوده و به گفته او در این حمله دست کم 18 تن کشته شده است و 49 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله رحیمزی خبرنگار بی بی سی در ننگرهار میگوید که حدود 300 عضو گروه طالبان در دفتر والی ننگرهار حضور یافته بودند که در زمان ترک محل انفجار قدرتمندی رخ داده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه طالبان و دولت افغانستان سه روز عید را تجبس اعلام کردند، اما دولت افغانستان گفته که حملات خود را علیه دیگر گروه‌های مسلح از جمله گروه داعش ادامه می‌دهد. در یک حمله انتحاری روز گذشته به گردهمایی نیروهای امنیتی و گروه طالبان برای تجلیل از آتش بس در این ولایت دست کم 25 نفر کشته و 54 تن دیگر زخم برداشتند. بعد از این حمله گروه طالبان اعلام کرد که برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه های وحشتناک امارت اسلامی به تمام مجاهدین جدی هدایت می‌دهد که هیچ یک از آنان اجازه ندارند که از سنگرهایشان به مناطق تحت کنترل دشمن وارد شوند و یا به شهرها رفت و آمد نمایند و این کاری آنان جدا ممنوع می باشد. قابل یادآوری است که بخش های از ولایت ننگرهار از پایگاه های داعش در افغانستان به شمار می رود. طالبان آتش بس را تمدید نمی کنند. گروه طالبان اعلام کرده است که قصد تمدید آتش بس را ندارند و سخنگوی این گروه با ارسال پیام به خبرگزاری فرانسه گفته است که امشب عملیات های نظامی آنان دوباره آغاز خواهد شد.
گروه طالبان اعلام کرده است که آتش بس سرازایشان را تمدید نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به خبرگزاری آلمان گفته است که آتش بس آنان امروز یک شنبه پایان می یابد و برنامه برای تمدید آن ندارند. مجاهد در یک پیام از طریق واتساپ اظهار کرد آتش بس امشب تمام می شود و عملیات های من آغاز خواهد شد. ما قصد تمدید آتش بس را نداریم. این در حال است که دولت افغانستان معیاد آتش بس یک جانبه را برای زمان نامعلوم تمدید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه از طالبان نیز خواسته بود که آتش بس سه روزه ایشان را تمدید کنند. دانشجوی خلاق افغانستان پیروز مسابقه بین‌المللی تغییر سبک زندگی در عربستان شد. سید احمد سعید دانشجوی سال سوم دانشگاه ملک فیصل است و او مدت 5 سال است که در رشته فناوری در ریاض درس می‌خواند و تاکنون چندین پروژه فناوری و ابزار کاربردی ساخته است. اشتراک سید احمد سعید در جشنواره تغییر سبک زندگی در آغاز سال 2018 و بعد از آوردن مقام نخست این جشنواره او را برای کشور عربستان محبوب ساخته و در حال حاضر وی مسئول اجرایی یک شرکت بین المللی فناوری است. پروژه‌ای که آقای سعید اکنون روی آن کار می کند اسهان نام دارد. نرم افزار است که در گوشی ها نصب می شود و از آن می توان برای تشخیص بیماری های قلبی و بسته شدن شریان ها استفاده کرد. سعید برای 6 ماه روی این نرم افزار کار کرده تا توانسته آن را بسازد. از توجهتان بعد از شاهای خبری امشب سپاس. شب روزتان خوش. خداوند نگهدار.